توافق روسیه و طالبان روی خرید نفت و گاز. روسیه به ارزش 10 میلیون دلار گاز را روزانه از بین میبرد. درگیری با مرزبانان تاجیکی هم شروع شد. در پایان، ناکامی مذاکره با TTP پاکستان. ارتش پاکستان گزینه نظامی روی میز دارد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. مشروع اخبار. وزارت صنعت و تجارت طالبان میگوید که هیئت این گروه در سفر به مسکو در زمینه روابط تجاری به ویژه واردات نفت و گاز با روسیه به توافق رسیده است. وزارت صنعت و تجارت طالبان جمعه 4 سنبله در خبرنامه گفته است که در این سفر هیئت‌های دو طرف روی روابط تجاری و تشویق سرمایه گذاران روس به سرمایه گذاری در افغانستان بحث و گفتگو کردند. بر اساس این خبرنامه، نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان در دیدار با مقام‌های روسی بر سر خرید نفت و گاز به تفاهم رسیده است. عزیزی در این سفر با رئیس جمهور تاتارستان نیز دیدار کرده است، اما جزئیات بیشتری در مورد این دیدار داده نشده است. سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان گفته از برخی همکاران تکنیکی ما هنوز در روسیه به سر میبرند و روی جزئیات موافقتنامه بحث‌های تکنیکی خواهند داشت. او تاکید کرده است که پس از حل مسئله قرارداد نفتی روی چگونگی انتقال مواد خوراکی با روسیه بحث خواهد شد. هرچند هیچ کشور تاکنون گروه طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما روسیه از کشورهای پرتعامل با طالبان دانسته می شود. برخی از رسانه‌های غربی گزارش دادند که روسیه روزانه به ارزش 10 میلیون دلار گاز صادراتی اش به کشورهای اروپایی از جمله آلمان را از بین می‌برد. شبکه جهانی BBC به تازگی گزارش داده است که روسیه روزانه مقادیر زیاد گاز طبیعی اش در نزدیکی خط لوله نورد استریم 1 در دریای بالتیک را آتش می‌زند. مقدار گازی که روزانه روسیه از بین می‌برد بیش از 4.34 میلیون متر مکعب برآورد شده که قیمت آن حدود 10 میلیون دلار می شود. گزارش شده که این مقدار همان گاز صادراتی روسیه به آلمان است، اما به دلیل استفاده کمتر از خط لوله در حال حاضر نمی تواند آن را در جای دیگر تخلیه کند. از سوی هم شرکت دولتی گاز پروم روسیه سوزاندن گاز در تأسیساتش را تایید کرده، اما سوزاندن گاز تولید شده را تایید نکرده است. گازپروم اعلام کرده است که امکانات ذخیره سازی گاز در روسیه فعال شده و برای خزان و زمستان پیشرو 90% گازهای تولید شده ذخیره خواهند شد. این در حالی است که در نتیجه تنش میان روسیه و کشورهای اروپایی بر سر جنگ بالای اوکراین، روسیه میزان صادرات نفتش به کشورهای غربی از جمله آلمان را کاهش داده است. درگیری با مرزبانان تاجیکستان. منابع محلی در ولایت تخار میگویند که قاچاقچیان افغان و مرزبانان تاجیکستان با هم درگیر شدند. با گفته منابع، این درگیری ناوقت جمعه شب 4 سنبله زمان در روستای سکیکول ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار رخ داده است که شماری از قاچاقچیان از خاک افغانستان به جنگل مشترک در منطقه داخل شده بودند. در این درگیری نیروهای مرزی تاجیکستان از سلاح‌های سنگین نیز استفاده کردند. تاکنون از شمار تلفات این درگیری اطلاعی در دست نیست. قاچاقچیان مواد مخدر و مرزبانان تاجیکستانی هر از گاهی در ولسوالی‌های درقد، خواجه بهاءالدین، ینگی قره، چاهاب و خواجه غار تخار با هم درگیر می‌شوند. و در پایان، رئیس ستاد ارتش پاکستان گفته است که مذاکرات با TTP موفق نبوده و بنابراین دولت این کشور اقدام نظامی را روی دست می‌گیرد. رسانه‌های پاکستانی روز جمعه 26 آگوست گزارش دادند که جنرال قمر جاوید باجوا، رئیس ستاد ارتش پاکستان، گفته است که ارتش این کشور در حال بررسی مواضع سخت‌تری در برابر تحریک طالبان پاکستان یا TTP است. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر، بدرود.